شیلا جان با سلام، چه نظریات ابراز شده و از جانب چه مقامات در قبال نتایج ابتدایی انتخابات؟ با سلام خدمت شما لینا جان. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایجاد یک حکومت موازی در افغانستان ابراز نگرانی نموده. این در حال است که مقامات آمریکایی از کمیسیون انتخاباتی و سازمان ملل متحد خواستند تا به ادعاهای تقلب و تفتیش آرای مردم رسیدگی کامل و دقیق صورت بگیره. در این میان سفارت آمریکا با نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلامیه نیز منتشر نموده که جزئیات در این گزارش گنجانیدم که با هم مشاهده میکنیم. ایالات متحده آمریکا در عکس‌العمل به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در افغانستان خواستار بررسی دقیق و کامل ادعاهای تقلب در انتخابات شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در این مورد گفت: من از گزارش‌ها در مورد تظاهرات در افغانستان آگاهی دارم و پیشنهادهای ایجاد یک حکومت موازی را مایه عمیق‌ترین نگرانی می‌بینم. ایالات متحده آمریکا توقع دارد تا نهادهای انتخاباتی افغانستان یک تفتیش کامل و دقیق را با در نظر داشت تمام ادعاهای موجه در مورد تخلفات انجام دهند. در عین زمان هر گونه توسل به خشونت و یا تهدید به توسل به آن و یا توسل به راه‌های مغایر با قانون اساسی و انواع تهدیدهای دیگر به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. تمام جوانب ذی‌دخل به نقش غیر سیاسی نیروهای امنیتی احترام بگذارند. ما از تمام رهبران افغان می خواهیم تا برای حفظ دستاوردهای دهه گذشته و حفظ اعتماد مردم افغانستان آرامش را حفظ کنند. هر گونه عملی که منجر به کسب قدرت با شیوه‌های فراقانونی گردد، باعث از دست دادن حمایت‌های مالی و امنیتی ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی به افغانستان می شود. جیمز دابنز نماینده ارشد رئیس جمهور اوباما نیز با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان مخالفت نموده و گفت اعلام نتایج باید به تعویق می افتاد در صورتی که تفتیش کامل آرا هنوز باقی مانده است. ما از این ناراحت هستیم که اعلان نتایج ابتدایی شامل توافق هر دو جانب پیرامون تفتیش آرا نبوده و به موضوع ادعاهای تقلب که از هر دو جانب صورت گرفته بود رسیدگی می شد. ما ترجیح می دادیم تا اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به تعویق بیافتد تا آنکه روی اقدامات تفتیش بیشتر توافق صورت می گرفت. هنوز هم چندین میلیون رأی وجود دارد که باید با دقت بازرسی شود. ما نمی دانیم دلیل چی بوده که نتایج را اعلام کردند در صورتی که اینقدر کارها باقی مانده بود. آقای دابنز افزود که ملل متحد یک سلسله اقدامات تفتیش آرا را پیشنهاد کرده و هر دو ستاد با این پیشنهاد توافق نمودند. اما وای اضافه نمود که در حال حاضر دو موضوع برای افغانستان از اهمیت ویژه برخوردار است. نخست یک روند مشروع که شخص رهبر منتخب مردم افغانستان را شناسایی کند و دوم بحث سیاسی میان هر دو رهبر برای ایجاد وحدت ملی که در برگرینده تمام عناصر عمده جامعه افغان باشد. واضحاً اگر یکی یا هر دوی این تلاش‌ها ناکام بماند، افغانستان به شکل بدی منقسم خواهد شد و این یک تأثیر زیانباری نه تنها بر دورنمای صلح و شفافیت این کشور، بلکه بر تعهدات متداوم ایالات متحده و جامعه جهانی برای صلح و شفافیت افغانستان خواهد داشت. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در یک کنفرانس خبری گفت برای اینکه اعتماد مردم افغان را در برابر حکومتشان به دست آورد با تحقیقات در مورد ادعاهای تقلب نیاز است. اتهامات جدی تقلب وجود دارد که فکر می‌کنم شما در اینجا با آن اشاره کردید. این ادعاها مطرح شده. به نظر ما آنها این ادعاها را به طور لازم و کافی مورد بررسی قرار ندادند. پس اکنون تمرکز ما بر تشویق بررسی کامل و دقیق تمام ادعاهای تقلب در پروسه انتخابات است و این امر مهم است که افغانها در مورد سلامت روند انتخاباتیشان مطمئن باشند. نماینده ارشد ایالات متحده در امور افغانستان امیدوار است تا آخر ماه جاری آزمون‌های انتخاباتی افغانستان حل شود. وی در مورد آینده افغانستان اظهار امیدواری نموده و گفت هرگاه بن‌بست کنونی انتخابات افغانستان رفع گردد، حکومتی در افغانستان ایجاد شود که حمایت گسترده داخلی را در قبال داشته باشد، این کشور به گونه متداوم کمک‌های جامعه جهانی را به دست خواهد آورد. رشد اقتصادی آن ادامه خواهد یافت و افغانستان به یکی از دموکراسی‌های منطقه مبدل خواهد شد.
آقای دابنز نماینده خاص ایالات متحده بر افغانستان و پاکستان در سخنان اخیر خود همچنان گفته که توافق هر دو جانب بر تفتیش آرا یک امر لازمی نیست، بلکه این مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی است تا به آن و یا بدون توافق ستاد انتخاباتی هر دو کاندید این اقدام را روی دست بگیرند. ایالات متحده نیز از این کمیسیون ها می خواهد تا هر چه زودتر در این راستا دست به کار شوند.